تهدیدم کرد و گفت تصاویرت را به شوهرت نشان می دهم. داستانی از نوشته های بانو فرشته غنی. اجمل غفوری هستم و سلام های گرم خود را تقدیم همه شما عزیزان می کنم. امید می برم جور و صحتمند باشین و قبل از آغاز داستان لطف کنین و چینل خودتان را سابسکرایب کرده و دکمه زنگ را هم فشار بتین. اگر شما نیز داستان هایی دارین و می خواهین از طریق چینل خودتان به نشر برسه، می توانین از طریق ایمیل آدرس afghanistanjournal@gmail.com و یا هم فیسبوک افغانستان جورنال برای ما ارسال کنین. آغاز داستان. وقت خواهرم نامزد بود، خانواده خسرانش خیلی خانه ما می آمد. با خسر و مادر نامزد خواهرم، ایور کوچکشان به خانه ما می آمد. از امو دوره با ما خیلی صمیمی برخورد می کرد. بعد او وقت صنف دوم مکتب بودم. چون خود ما نوجوان بودیم، بسیار دوست داشتم مورد توجه پسرها قرار بگیرم. در مراسم شیرنی خوری خواهرمم وقت ما در میدان رقص میکدم، ایور شام آمد. هر دو رقص کردیم. بعد از امو محفل او زیاد به دنبالم بود. کوشش میکرد بیشتر صمیمی باشیم. ما غرور دخترانه خودم داشتم. از این رو به خودم اجازه دادن نمیتونستم که قدر زود با یک پسر دوست شوم. در حقیقت اگر دخترها زودتر به پسرها دل ببندند و هیچ مانعی بین ای عشق ایجاد نکنند، خیلی وقت هاست که پسرها به آنها اعتماد نمیکنند. اونا گمان میبرند که اگر دختر زودتر به عشقت راضی شد و با تو صمیمیت داشت، او با هر کس دیگه میتونه دوست شود. خواهرم در پوانتون درس میخوند و 2 سال از درسایش مانده بود. قرار به ای شد که درسایش تکمیل شوه و بعد از او عروسی کنه. در این مدت ایورش خیلی به دیدنش میامد. اگر نامزد خواهرم مصروف کارش میبود و خواهرم جای کار میداشت یا پوانتون میرفت، باز ایورش پشتش میامد و خواهرم را به پوانتون میرساند. امی قسم خیلی روزها مرام به مکتب میرساند. ایور خواهرم صنف 12 مکتب بود و فقط 3 سال تفاوت سنی داشتیم. طی 2 سال که خواهرم نامزد ماند، به جاهای مختلف به میله رفتند. از آنجایی که برخی چکر و میله ها فامیلی بودند، پس حضور ما و ایورش صبور در اونجا حتمی بود. با بار بار دیدن او عشق در قلبم زنده شده بود. به مردانگی او دل بسته بودم. از چشمای درشت و کلانش و صورت گندمیش خیلی خوشم می آمد. در حقیقت وقتی به طرفم نگاه می کرد، از خود بی خود می شدم. وجودم می لرزید. تا قبل از او همه قسم حس هیچ وقت نداشتم. ما بر اولین بار بود که از عمق وجودم علاقمند یک پسر شده بودم و هیچ چیز را بیشتر از او ترجیح نمی دادم. اگر مو لحظه رسم و عنعنات سن و برخ موارد دیگه جلو مرا نمی گرفت، نزدیکش می رفتم، دستش می گرفتم و ده همون لحظه با هم ازدواج می کردیم. اما من هنوز خیلی کوچک بودم. در ضمن صبور تا او زمان برم نگفته بود که عاشق من است یا نه. در محفل ازدواج خواهرم صبور به من گفت که مرا دوست داره. مام با نگاه هایم به او فهماندم که عاشقش هستم. مدت 1.5 سال ما با او دوست بودم، اما هیچ وقت اجازه ندادم به عزتم خدشه وارد شوه. فقط تانسته بود 1-2 بار دستم بگیره. با وجود که او خیلی میخواست مرا ببوسه، اما اجازه نداده بودم. فقط وقت بسیار دق می آورد به او عکسای من میفرستادم. او هم امی قسم به من عکس میفرستاد. 1-2 بار که به چکر رفتیم، عکسای 2 نفره هم گرفتیم. ما به قسمت باور نداشتم و در ضمن می فهمیدم صبور خیلی بجرات است. هرگز کوشش نخواد کرد در مورد عشقش نسبت به ما به خانوادهش چیز بگویه. از همین رو خیلی آهسته پیش می رفتیم. گفتم هر زمان او پوانتونش تمام کنه و جرات ایره پیدا کنه که با خانوادهش در مورد ما صحبت کنه، ما به تمام خواسته هایش لبیک می گم. اما انگار سرنوشت چیز دیگه در نظر داشت. 1 سال بعد از فراغتم از مکتب، خانواده از مرکز شهر به خواستگاری ما آمد. اونا دوستان دور ما بودند که مرا در مراسم عروسی خواهرم دیده بودند.
همونجا تصمیم گرفتن مرا خواستگاری کنن. پسرشان صاحب کسب و کار خودش بود. یک شرکت وارداتی سامانالات ساختمانی داشت. کارشان خیلی خوب بود. وضع اقتصاد خانواده خیلی بلندتر از ما بود. در اصل خیلی از خانواده های چهار اطراف ما آرزوی ایره داشتن که دخترایشان چنین خواستگارانی داشته باشند. خانواده مام بدونی که از ما بپرسند به این خواستگاری جواب مثبت دادن. مام چیزی گفته نتانستم. به خاطر حفظ آبرو و عزت خانوادیم خاموش ماندم و به این ازدواج تن دادم. دیگه هیچ وقت به صبور پیام ندادم و وام دیگه جرات نکرد به من زنگ بزنه. ما کمتر از 2 ماه نامزد ماندیم و بعد ترتیبات عروسی را گرفتن. خیلی زود همه چیز اتفاق افتاد. ما عروس مرد شدم که تمام مردم او را بهترین شوهر بر من می دانستن. اما قلب ما بر کس دیگه می تپید. می سوختم و آب می شدم. شبیه حبابای روی آب شده بودم که هر تکان مرا از بین می برد. هیچ اثری نسبت به شوهرم نداشتم. بقیه دخترها انتظار روز عروسی خودم می کشن که دست مرد را بگیرن که کنار او به خوشبختی برسن. اما ما درد می کشیدم. از گرفتن دست شوهرم می هراسیدم. فکر می کردم به صبور خیانت کردم. به خودم خیانت کردم. اصلا احساس نمی کردم زنده باشم. اما به هر حالش من مثل هزاران دختر دیگر تقدیر مرا خانوادیم رقم زد و باید با او می ساختم. بعد از عروسی شوهرم هر قدر که می خواست رضایت خاطر مرا جلب کنن نمی شد. او همه چیز داشت. پول، ثروت و یک خانه زیبا. اما قلب عروس خود به دست آورده نتانست. او فکر میکرد که ما به خاطر که تازه از خانواده پدریم جدا شدیم با او و خانوادهش احساس بیگانگی میکنم. به هر صورت که میشد تلاش میکرد که مرا خوش بسازه. مام کم کم یاد گرفته بودم که چه قسمی تمثیل خوش بودن بکنم. اما اگر هر کس دقیق به من نگاه میکرد غم درونم را واضح دیده میتونست. در مورد ای عشق غیر از ما و صبور خواهر کلان مام خبر داشت. ما وقت احساس گناه در مقابل شوهرم میکردم به خواهرم زنگ میزدم. میگفتم که وضعیت دارم و هیچ نمیتونم این مرد جوان که از هر نگاه پورست و هیچ مشکل نداره قلب مرا به دست بیاره. خواهرم چند سال بیشتر از من عمر کرده بود. همیشه برم میگفت که ایورم کسی نبود که پای عشق خودش بیسته. لطفاً با شوهرت زندگیت بساز. اما ما فکر میکردم او برای دل سرد شدنم از صبور ای حرفا را میزنه. شوهرم برای بهبودی ای رابطه 2 قدم پیش میامد و ما 1 قدم پس میرفتم. به همین شکل ما هم به خودم دروغ میگفتم و هم به او. او فکر میکرد که اگر من دوباره درسای ما آغاز کنم شاید از این حالت نجات پیدا کنم و بتانم به زندگی عادی در کنار او دوام بتم. بدونی که به من لابطه با یکی از پانتونای خصوصی صحبت کرده بود. تمام اسناد تحصیلیم را برده بود. از من خواست دوباره درسای من آغاز کنم. من شامل پانتون شدم. صبحا او مرا به پانتون می رساند و چاشتم خودم به خانه می آمدم. در زمین در هر موقعی به من ارزش قائل می شد. شبانه اگر وقت تر از دفتر می آمد به شمول من خواهر و خانم برادر خود را گرفته به چکر می برد. به هر جایی که دوست داشته ما را می برد. وقتی سال روز تولدم رسید به بهترین وجه او را برم جشن گرفت. تا قبل ازی هیچ کس برم به این اندازه ارزش قائل نشده بود. وقتی همه مهربانی های او را دیدم کم کم به او دل بستم. کوشش میکردم وظیفه یک همسر را برش ادا کنم. به لباس و سر وضعش توجه میکردم. غذای دلخواهش را پخته میکردم. آهسته آهسته این دلبستگی به عشق مبدل شد. 1 سال و 1 ماه که از عروسی ما گذشت ما باردار شدم. طفلم پسر بود. در دوره بارداری تک تک اعضای خانواده شوهرم به من محبت میدادن. نمیگذاشتن که کار خانه را انجام بدم. بهترین غذاها را در اختیارم میگذاشتن. وقت تولد کودک ما به بهترین شفاخانه مرا بردن. وقت پسرم به دنیا آمد شوهرم به خاطر تبریکی به من 1 انگشتر طلا تحفه داد.
همی قسم هر یک از اعضای خانواده به پسرم تحفه های گران قیمت آوردن. یک روز که خواهرم و شوهرش خانه ما برای تبریکی پسرم آمده بودن، شوهر خواهرم از ما خواست که با شوهرم حرف بزنم و برادر کوچکش که صبور بود را شامل وظیفه در شرکت شوهرم بسازم. اونا گفتن که صبور از وقتی که از پانتون فارغ شده خیلی به دنبال کار میگردن، نمیتونه پیدا کنه. اگه ما به شوهرم بگویم به او احسان میکنم. مام بعد از رفتن خواهرم وقتی با خود فکر کردم گفتم اگه صبور شامل وظیفه در شرکت شوهرم شوه حداقل یک لطف در حقش انجام دادیم. به این ترتیب شاید او و خداوند مرا به خاطر خیانت و عروسیم با کس دیگه ببخشه. ما تا او زمانم خودم مقصر ای همه می دانستم و فکر می کردم قلب صبور شکستاندیم و برش خیانت کردیم. با شوهرم در این مورد صحبت کردم و هم برای که قلب ما خوش شوه خیلی زود پذیرفت. صبور در شرکت شوهرم صاحب وظیفه شد، اما دیر نگذشت که صبور به شماره شخصی ما تماس گرفت. در اوایل خیلی صمیمی برخورد میکرد. وقتی ما تلفن قطع کردم بعدن به تهدید کردنم شروع کرد. به ما گفت اگه به شوهرت نگویی که مرا به حیث معاون رئیس اداری برقرار نکنه، ما تصاویر دو نفری ما و چت‌های عاشقانه ما را به او نشان خواهد دادم. ما چون تا قبل از او در مورد صبور یک کلمه هم با شوهرم صحبت نکده بودم خیلی ترسیدم. به یک قسم به شوهرم قبولاندم که او وظیفه را به صبور بده. 7 ماه که از این کارش گذشت به ما تماس گرفت و گفت اگه تا فردا 5 بجه به ما $4,000 نتی، ما و چتا و تصاویر به شوهرت میتوم. ای بار بیشتر از پیش ترسیدم. به خواهرم زنگ زدم که با ایور خود عرف بزنه و دست از این تهدیدها برداره. اما ایور خواهرم اصلا به ما دوتا توجه نکرد. خیلی ترسیده بودم. بدنم می لرزید. تمام شب بیدار بودم. اگه خوابم می برد کابوس می دیدم. ما به او اندازه پول نزد خودم نداشتم که صبور بودم. از امین رو توکل به خدا کردم. قبل از اینکه شوهرم به دفتر کارش بره، ما برش تمام ماجرا را قصه کردم. شوهرم خیلی عصبانی شد. مرا لطکوب کرد. گفت اگه تو با او رابطه نمی داشتی، چطور خواستی در شرکت ما برش وظیفه بتون؟ بار بار این سوال ازم می پرسید که چند بار با او دیدیم و به شوهرم خیانت کردیم. ما هرچی می گفتم این کار را نکردیم، اصلا بعد از عروسی یک بارم او را ندیدیم. شوهرم باور نکرد. با عصبانیت از خانه برآمد و رفت به دفتر کارش. شوهرم اوجا صبور هم خیلی لطکوب کرده بود و بعدن به او گفته بود که اگر در مدت 1 هفته از این منطقه خود گم نکنه او را خواد کشت. صبور 2 روز بعد از ترس جان خود به ایران رفت، اما از امون روز به بعد رفتار شوهرم خیلی امرایم زشت شد. به ما گفت که به خاطر مردم و خیش و قوم تو را طلاق نمیتون. مجبور استم این مسئله را مخفی کنم، اما تا زنده استم امرای تو کدام رابطه نخواد داشتم. به خاطر طفل ما دهی خانه باش و بایس خانمم باش، اما هیچ وقت جایگاه سابق برات نخواد دادم. حالا که 8 ماه از اون ماجرا میگذره، شوهرم فقط پیش روی اعضای فامیلش با ما حرف میزنه. وقت تنها باشیم حتی به طرفم سلام نمیکنه. نمیدونم چی کنم که رابطه ما دوباره به حالت اولی برگرده. پایان داستان.